سلام مجدد، عذرخواهی میکنم از وقفه پیش. من شما رو دعوت کردم آقای دکتر. سلام علیکم، سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوب است، ممنون، متشکر. شما خوبید استاد؟ شبتون بخیر. تشکر، مرسی، شب شما بخیر. من عذرخواهی میکنم از وقفه که پیش اومد، به خاطر خواهش میکنم. تو وصله اینترنت بود. حالا انشالله که دیگه خواهش. مشکلی پیش نیاد. در خدمت شما هستیم بله، با موضوع سیر شکلگیری شریعت یهود. بله، میپردازیم به ابتدا به مبحث مبانی اعتقادی دین یهود. با این مبحث، با این موضوع در واقع شروع میکنیم. بله. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، کسانی که برنامه رو میبینند، مبانی اعتقادی یهود در واقع 13 اصول ایمان یهود هست که در حدود 800 سال پیش از متن تورات استخراج شده. البته خب هر یهودی به تمام آنچه که در تورات گفته شده باور و ایمان داره، اما اینکه خلاصش چه هست یا اون مسائل اعتقادیش چه هست، به صورت فهرستوار توسط موسی بن میمون در حدود 1200 میلادی استخراج شده در 13 بند که به این شرح هست و تمام اینها مستند توراتی داره. 1. خداوند موجود و ناظر است، یعنی خداوند حالا هم هست و هم دخالت داره در جهان بنابر باور یهود و بنابر مستندات توراتی. 2. او واحد و یکتاست. 3. او جسم ندارد و شباهتی هم به جسم ندارد. 4. او مقدم بر هر موجود قدیمی در جهان است. 5. عبادت موجودی به غیر از او جایز نیست. و 6. او از نیات و افکار انسانها آگاه است. این 6 بند از اون 13 اصول به خدا و وحدانیت اختصاص داره. 7. نبوت حضرت موسی حقیقت داره. 8. حضرت موسی به لحاظ نبوت از سایر انبیاء بنی اسرائیل برتره به لحاظ کیفیت نبوی. 9. تورات مقدس وحیانیست، از جانب خدا وحی شده. 10. تورات در هیچ زمانی تغییر نیافته و تغییر هم نخواهد یافت. 11. خداوند شریران را مجازات خواهد کرد و پاداش و اجر نیکوکاران را خواهد پرداخت. 12. ماشیح، یعنی اون منجی موعود یهود، خواهد آمد. و 13. مردگان در آینده زنده خواهند شد. این 13 اصولی هستش که از تورات استخراج شده و مبانی اعتقادی و ایمان یهود رو تشکیل میده. بله، بسیار سپاسگزارم. به خاطر اون حالا قطعی اینترنتی که پیش اومد، من ابتدا عرض کردم که ما در خدمت شما هستیم. رزومه شما را خدمت مخاطبین عرض کردم و خیلی مفتخرم که در خدمت شما هستم. خب اینها مبانی اعتقادی دین یهود بود. میپردازیم به متون فقهی شریعت یهود. بله، متون فقهی شریعت یهود رو حالا بعداً به طور جزئی من بهش خواهم پرداخت، ولی به طور کلی 3 بخش میشه دونست. اولین بخش عهد عتیق هست از کتاب مقدس، بخش دوم تلمود هست و بخش سوم شولهان آروخ، یا به نوعی به فارسی بخوایم بگیم توضیح المسائل یا رساله احکام یهود. این 3 جزء متون اصلی و فقهی یهود هستند که هر 3 مورد استفاده هستند، هرچند که ختم شده به اون رساله احکام، اما همچنان تمام این متون، یعنی اکثر این متون، مورد مطالعه هستند، حالا یا به لحاظ آینی یا به لحاظ اهمیتی که در اونها هست. عهد عتیق که در کتاب مقدس واقع شده و این اسم رو البته مسیحیان گذاشتن، چون اونها معتقد هستن که بعد از مجموعه تورات و کتب انبیاء یهود حضرت عیسی ظهور کرده و کتب دیگری آورده،
کتب ما قبل اون رو عهد قدیم نامیدند و آنچه که بعد از اون آمد رو عهد جدید نامیدند. اما در یهودیت کل این مجموعه تنخ نامیده میشه که مخفف سه بخشی هستش که این مجموعه کتب مقدس یهود یا عهد عتیق رو تشکیل میده. مجموعه عهد عتیق از 24 جلد کتاب تشکیل شده بنابر تقسیم بندی یهودی که خدمتون خواهم گفت. بخش اولش تورات هست، یعنی همون تورات که حضرت موسی آورد و 5 جلد هست. بخش دوم انبیا هست، یعنی کتب انبیا که شامل 8 کتاب هست که چند کتاب اولش تاریخ رو بیان میکنه، تاریخ حضور بنی اسرائیل در سرزمین مقدس تا هولوش مثلا 2300 سال پیش، و سایر کتب این بخش انبیا بیشتر وحی و انذار و تنبه دادن و بشارت دادن توسط انبیا هستش. بخش سوم مکتوبات نامیده میشه یا کتوبین به زبان عبری که شامل 11 کتابه. اینها ماهیت یکسانی ندارن، بخش هایش تاریخی هست، بخش هایش مناجات نامه هست مانند مزامیر داوود، و بخش هایش هم وحی هست یا پند و حکمت هست مانند مثلا کتب حضرت سلیمان. این مجموعه 11 جلد رو تشکیل میده. به لحاظ تقدس به همین ترتیبی است که خدمتون گفتم، یعنی بالاترین درجه تقدس و وحیانیت رو خود کتاب تورات داره، یعنی 5 کتاب اول. کتب انبیا اونها هم بنابر باور یهود حاصل الهاماتی هستن که به انبیا یا نویسندگان این کتب بر اونها قرار می گرفت، و باز درجه پایین تر تقدس به کتب مکتوبات یا کتوبین برمیگرده. مجموعه این کتب رو که 24 جلد هستن عهد عتیق یا تنخ می نامیم در زبان یهودی. همین کتب مورد قبول مسیحیان هست، به خصوص مسیحیان پروتستان. متأد شما اگر به کتاب مقدس های فارسی چاپ پروتستان ها مراجعه کنید که در ایران اکثرا همون کتاب ها هستش، میبینید که 39 جلد رو تشکیل میده بخش عهد عتیق. این متفاوت نیست با آنچه که یهودیان قبول دارن. تقسیم بندی کتاب ها متفاوت است. مثلا بعضی از کتب انبیاء متأخر خیلی کم حجم هست نبوت اوناش، بعضی شاید چند صفحه است، مثلا 3-4 صفحه یا 2 فصله. یهودیان دیگه اینا نمیدن کتاب جدا محسوب کنن، مثلا یه کتابی هست در بخش مکتوبات به اینها میگن 11 گانه، یعنی 11 مجموع نبوت ها رو در یک کتاب آوردن. ولی خب در اون تقسیم بندی مسیح اینا هر کدوم کتاب جداگانه محسوب شدن. بعضی کتاب ها در باور یهود جلد 1 و 2 هست، در باور پروتستان ممکن 1 باشه یا برعکس، یهودیان 1 کتاب محسوب کنن، پروتستان ها 2 کتاب. به هر حال تقسیم بندی 39 جلدی مسیحیان پروتستان با همون 24 جلدی یهودیان یکی هست محتواش، فقط شکل تقسیم بندی متفاوته. بله بله، محتوا یکیه. تقسیم بندی جلد هاشون بله متفاوت. خب این شد تنخ، یعنی شد عهد عتیق. منبع دوم تلمود هست، که تلمود حالا آنچه که مورد استفاده و استناد هست بیشتر تلمود بابلی هست که در 37 رساله تنظیم شده، حدود 1500 سال پیش تدوین نهاییش انجام شده و اون مجموعه کل شریعت یهود رو دربر داره منتها به طور مفصل. و مجموعه سوم مجموعه شولهان آروخ هست، یک مجموعه 4 جلدی است که حدود 500 سال پیش تدوین شده. این دیگه چکیده کل احکام اجرایی و رایج یهود در دوران معاصر رو دربر داره. این سه مجموعه عهد عتیق، تلمود و اون مجموعه شولهان آروخ مجموعه کتب فقهیه، یعنی مشهورترین و رایجترین کتب مورد استفاده فقه یهود هستند. بین اینها خب ده ها یا شاید صدها کتاب دیگر باشه که این فاصله رو پر میکنن، اما این سه مجموعه که گفتم دیگه معروفترین و رایجترینشون هستن.
در خدمتتون. بسیار سپاسگزارم. مبحث بعدی سیر شکلگیری احکام و شریعت یهود هست. در واقع میخوایم بپردازیم به این سیری که حالا واسه شکلگیری اینها شد. بله، سیر شکلگیری یه شریعت یهود تقریبا به همین ترتیب کتب فقهی خدمتون گفتم و اصلا ادوار فقه و شریعت یهود هم به همین صورت تقسیم بندی میشه. یعنی ما دوره اول رو دوران عهد عتیق میدانیم، یعنی دورانی که از حضرت موسی شروع میشه تا تقریبا آخرین انبیای یهود و تقریبا تا ویرانی معبد دوم بیت المقدس میشه دوران عهد عتیق. بعد دوران تلمودی رو داریم که باز از همون پایان عهد عتیق شروع میشه تا پایان تدوین تلمود بابلی که الان خدمتون گفتم، و بعد از اون میشه دوران پسا تلمودی که دیگه بعد از اون فقط به تشریح و تدقیق تلمود پرداختم. این یعنی سه بخش کلی شکلگیری احکام و شریعت یهود بود. اما وارد ریز این فرایند اگر بشیم باید به تورات مراجعه کنیم. تورات در اون پنج جلدی که خدمتون گفتم شروعش با آفرینش جهان و زندگانی انبیاء پیش از حضرت موسی هست، مانند ابراهیم، نوح، اسحاق، یعقوب و فرزندانش، تا به دوران موسی میرسه و دیگه داستانهایی که میدونیم در مورد بنی اسرائیل و با رحلت حضرت موسی پایان پیدا میکنه. پنج جلد تورات. خب شریعتی که در یهودیت اساسش تشکیل شده در توراته و خب مشخصا حضرت موسی باید آمده باشه تا تا توراتی اعطا شده باشه. بنابراین جلد اول تورات که کتاب پیدایش و برشید نامیده میشه هنوز حضرت موسی نیامده. حضرت موسی در کتاب دوم تورات زندگانیش و ماجراهای اعطای تورات و بعداً احکام ذکر میشه. بنابراین شریعت یهود عملا با نزول تورات عملا از جلد دوم به بعد احکام شروع میشه. اما پیش از آن هم احکامی بوده، یعنی پیش از حضرت موسی هم فرمانهای معدودی بوده که دیگه اختصاص به بنی اسرائیل نداشته، اصولا به بشر یا بنی بشر یا بنی آدم گفته شده. هفت فرمان هست که بنابر باور یهود و مستند به تورات همون جلد اول و پیش از اصلا ظهور بنی اسرائیل و حضرت موسی و حتی حضرت ابراهیم، اینها به آدم یا اصطلاحا بنی آدم دستور داده شده، اما به یک دلیل خاصی عنوان شده احکام بنی نوح و یهودیان معتقد هستش که خداوند اینها رو اصولا به بشر اعلام کرده و هر انسانی که اونها رو رعایت بکنه این رستگاره، یعنی سهمی از آخرت داره. و به عبارت دیگه ببخشید استاد یک بار دیگه اسم احکام رو میفرمایید؟ بنی، بله اصلا وارد ریزش میگن بنی نوح میگن، یعنی احکامی که به نوح و نسل بعدی او گفته شد. البته عملا به آدم گفته شده، یک فرمانشون بعد از زمان نوح بوده به اون نام تنظیم شد. یهودیت معتقد هستش که هر انسانی که این هفت فرمان رو رعایت کنه او رستگاره، سهمی از آخرت داره. یهودیت میگه من احکام سنگین تری رو اصطلاحا امضا کردم و متعهد شدم و بنابراین خب بارش هم سنگین تر هست بر من. اما اینطور نیست که کسی اگر احکام یهود رو رعایت نکرد اصلا هیچ جایگاهی نداره. میگه هر بشری فارغ از اصلا برچسب عنوان دینیش هفت فرمان رو که رعایت کنه او رستگاره. این هفت فرمان که مستند به متن تورات و در همون سفر پیدایش هستند عبارتند از این که اولا بت‌پرستی منع شده، دو منع کفرگویی، یعنی هم خدا پرستیده بشه و هم بت دیگری یا شرکی در کنار او وجود نداشته باشه، سوم منع قتل، چهار منع زنا، پنج منع دزدی، شش منع استفاده از گوشت حیوان زنده، یعنی حیوان باید ذبح بشه و بعد یا جانش ستانده بشه و بعد استفاده بشه، و هفت ایجاد یک دادگاه عادل برای رسیدگی به تمام این موارد و برقراری عدالت.
چون یهودیت طبق متن تورات معتقد هستش که پیش از زمان نوح انسان مجاز به استفاده از گوشت نبوده و به نوع گیاهخوار بوده و بعد از زمان حضرت نوح اجازه داده شده که از گوشت استفاده کنه به شرط ذبح، بنابراین چون این فرمان بعد از نوح داده شده این یک مورد، کل این فرمان ها به فرمان های بنی نوح معروف شدن، ولی از همون زمان حضرت آدم شش موردش رایج بوده. پس هر فردی که این هفت فرمان رو رعایت بکنه قبل از اینکه اصلا شریعتی آمده باشه، توراتی یا پیامبرانی اومده باشن، او با رعایت اینها رستگار می شده و اعتقاد بر این است که تمام پیشینیان قبل از یهود یعنی موحدان اینها رو رعایت میکرد. با البته فرمان های دیگری هم داده شده که اینها بعداً سنتش در یهودیت احیا شد، مثلا فرمان ختنه که اولین بار به حضرت ابراهیم داده شد این باز در یهودیت احیا شد. اما اصل فرمان های یهود یا احکام یهود بعد از نزول تورات یعنی بعد از خروج بنی اسرائیل از مصر، اون بخش اساسیش به ده فرمان معروف است. یعنی وقتی بنی اسرائیل از مصر خارج شدن پای کوه سینا ایستادن و حضرت موسی واسطه شد که خداوند ده فرمان اولیه شریعت یهود رو اعلام کرد که تقریبا بعضیاش با همین احکام بنی نوح یکسانه. فرمان اول میگه من خدای خالق تو هستم، یعنی خداوند خودشون معرفی میکنه و میگه اون معبوده. دو، برای تو معبودان دیگری نباشد. سه، نام خدای خالقت را بیهوده بر زمان مبر. چهار، روز شنبه را مقدس بدار. پنج، پدر و مادرت را احترام نما. شش، قتل نکن. هفت، زنا نکن. هشت، دزدی نکن. نه، برای هم نوعت شهادت دروغ مده. و ده، خانه هم نوعت و آنچه که متعلق به هم نوع تو است حسد مبر یا برای خودت آرزو نکن. این ده فرمان اولیه و اساسی تورات بوده که اصطلاح میگن بنی اسرائیل مستقیم شنیدند از جانب خداوند و بعد از اون از این مقطع به بعد، یعنی از کتاب دوم تورات سفر شما تا آخر کتاب پنجم، هم تاریخ یهودیان بنی اسرائیل و هم احکامی که به اونها داده شده نازل شد. علمای یهود کل تورات رو یعنی این پنج جلد رو احکامش رو احصا کردن، حالا تکراری ها یا همپوشانی ها یا مشابهات و غیره رو کنار گذاشتن، رسیدن به عدد 613 فرمان. یعنی در کل تورات، پنج جلد تورات، 613 فرمان داده شده که 248 تاش امر ایجابیه و 365 تاش نهی سلبیه و اینها شده احکام تورات یا احکام شریعت. من عهد عتیق رو خدمتون گفتم که شامل 24 جلد هست. بعد از تورات یک 8 جلدی داریم و بعد یک 11 جلدی داریم، اما شریعت یهود یا احکام یهود فقط از متن تورات یعنی اون 5 جلد اول استخراج میشه که شامل 613 فرمان هست. سایر کتب عهد عتیق ممکن است اشاراتی به این احکام داشته باشن یا تاکید کرده باشن یا در بعضی موارد مثلا در مورد اجراش صحبتی کرده باشن، ولی از اونها دیگه حکم جدیدی استخراج نمیشه. یعنی 614 همی نداریم، فقط 613 فرمان از متن تورات. یعنی سایر بخش عهد عتیق فقط تاریخ و اخلاق و تنبه یا یاداوری همین احکام هستن. پس این 613 فرمان شد اساس شریعت یهود. ما اول یک هفت فرمان بنی نوح داشتیم که مال کل بنی بشره، بعد یک ده فرمان داشتیم که اساس توراته و بعد کل تورات که شامل 613 فرمان است. اما نکته‌ای در اینجا هست که این فرمان‌ها که در تورات داده شده خیلی کلی هن اکثرشون و نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارن، چیزی شبیه قانون اساسی کشور که خب کل اساس قوانین ما در اون ذکر شده، اما شما نمیتونید قانون اساسی رو دست بگیرید و اجراش کنید، نیاز به توضیح داره، هر کدومش هر بندش نیاز به آیین‌نامه هایی داره. تورات هم همینطور بوده، مثلا در همین ده فرمان میگه شنبه رو مقدس بدار، در جای دیگر میگه خب روز شنبه کار نکن. این دوتا مفهوم
مشخص نیست دقیقا به لحاظ اجرایی که مقدس داشتن شامل چه مراسم یا آیینی است، یا کار نکردن شامل چه کارهایی است. هر کسی میتونه برداشت خودش رو از کار داشته باشه که روز شنبه نباید انجام بشه، یا خیلی فرمانهای دیگر. لذا باور یهود بر این هستش که تا وقتی که انبیا یهود بودن، یعنی خود حضرت موسی بود یا انبیا بعد از او بودن، جزئیات اجرای این 613 فرمان رو میگفتن به مردم. یعنی تیتر موضوع مکتوب در تورات بوده، اصطلاحا میگن تورات مکتوب، یعنی همین مواردی گفتم، و گویی که یک تورات شفاهی هم وجود داشته. تورات شفاهی یعنی شفاهن نحوه اجرای تک تک این احکام رو میگفتن به مردم و اینها سینه به سینه انتقال پیدا میکرد. تا اینکه به دورانی میرسه که هم نبوت دیگه تمام میشه در میان یهودیان، و هم یهودیان بارها سرزمینشون تسخیر میشه، به تبعید میرن و دیگه خطر پراکندگیشون پیش میاد و اینکه دیگه نمیشده سینه به سینه و شفاهن تمام این آیات رو، یعنی آیین نامه اجرای آیات رو داشت. تا یک دورانی هم حالا علت مکتوب نشدنش این بوده که ترس از این داشتن که مبادا تورات دومی علی ظاهر تلقی بشه برای مردم، یعنی اگر می نوشتن اینها رو مردم فهم خب تورات دیگری داده شده و هر کسی میتونه متن جدیدی رو بیاره. سعی میکردن که اون قداست تورات مکتوب حفظ بشه و سایر جزئیات اجرای اون شفاهی بمونه. اما به هر حال زمانی میرسه که دیگه حمله های زیادی میشه به سرزمین مقدس و یهودیان در پراکندگی، یعنی در آستانه پراکندگی بودن و خطر اضمحلال این آموزه های شفاهی بوده. برای تورات که مکتوب بوده و دست همه بوده، یا دست به هر حال بزرگان قوم بوده، اما اون بخش شفاهی و اجراییش تحت خطر بود. لذا حالا یک وقایعی رخ میده، یک نهادهایی به عنوان مجمع کبیر یا بعداً به عنوان سنهدرین شامل علما و دانشجویان علوم مذهبی، اینها به تدریج تشکیل میشه که اینها نقش آموزش و مطالعه و انتقال این آموزه ها رو داشتن. نهایتاً در 1800 سال پیش، یعنی هولوهوش فرض کنید 200 میلادی، مجموعه‌ای به نام میشنا تدوین میشه. یعنی فردی به نام ربی یهودا حناسی تمام یادداشت‌ها و آموزه‌ها و مطالعات شفاهی آیین نامه اجرای تورات رو و احکام رو جمع‌آوری می‌کنه، در 63 رساله اینها رو تدوین می‌کنه. آیین نامه اجرایی تورات یا احکام اجرایی تک تک اون فرمان‌هایی که گفتیم در تورات اومده، و این میشه میشنا. و در اینجا بله، در اینجا تقریباً اون پایه های اصلی تورات شفاهی ریخته میشه. اما این داستان ختم نمیشه، یعنی همچنان این آموزش های شفاهی و مباحث ادامه داشته تا به اینجا میرسه که علما به این فکر میفتن مباحثی که منجر به اون صدور احکام شده رو هم به هر حال در یک مجموعه جمع‌آوری بکنن، که این عنوانش شد گمارا، یعنی مکمل. و البته حالا اینو من بیشتر توضیح میدم، که منجر شد به تدوین دو مجموعه تلمود. مجموعه اول تلمود تحت عنوان تلمود اورشلیمی یا تلمود فلسطینی، هولوهوش 1700 سال پیش، یعنی تقریبا قرن 3 یا 4 میلادی تدوین میشه در 39 رساله. و بعدن چون یهودیان در بابل ساکن بودن و مدارس علوم دینی داشتن، اونها دوباره بس میدن این آموزه ها رو و تلمود نسخه دیگری از تلمود و کاملتر تدوین میشه تحت عنوان تلمود بابلی در 37 رساله. حالا ظاهرا تعداد رساله ها کمتر بوده، ولی حجمش حدود 7 برابر تلمود فلسطینی یا اورشلیمی بوده، تلمود بابلی. توجه کنید که بابلی که صحبت میکنیم هولوش عراق امروزی است یا بغداد امروزی و جزء ایران ساسانی محسوب میشه. این در واقع این تلمود و تلمود تدوین شده در ایران باستان میدونن که در حدود 1500 سال پیش تدوین شد. با تدوین تلمود بابلی عملا دیگه دفتر تدوین شریعت یهودی، یعنی شریعت شفاهی یهودی، بسته میشه.
اصطلاحاً یک شریعت مکتوب داشتن یا تورات مکتوب که همون تورات پنجل حضرت موسی بوده و یک این اصطلاحی که خدمتتون میگم تورات شفاهی که همون تلمود است که تلمود بابلی در 37 رساله بله. در اینجا عملاً شریعت یهود به اون نقطه اوج خودش یا نقطه بلوغ خودش میرسه. حالا تلمود چه هست؟ همون قانون اساسی رو اگر در نظر بگیرید این میتونه به مثابه یعنی تورات میتونه به مثابه قانون اساسی باشه. بعد برای اینکه ما آیین‌نامه اجرایش رو داشته باشیم این قانون اساسی میره در مجلس شورا، اونجا مباحثاتی صورت میگیره، موافق و مخالف و غیره، و یک مصوباتی از مجلس میاد بیرون. این مصوبات میتونه آیین‌نامه اجرایی فلان بند قانون اساسی. این مصوبات دقیقاً همون حکم میشنا رو دارن که گفتیم 1800 سال پیش تدوین شد در 63 رساله، یعنی صورت آیین‌نامه اجرایی است که همه میتونن اجرا بکنن. بعد ممکن است شما به عنوان محقق بخواید ببینید چه بحث‌های مطرح شد در مجلس که منجر به اون مصوبه شد، کیا موافق بودن کیا مخالف بودن، استدلالاشون چی بود. شما ببینید مذاکرات مجلس در اون جلسه رو پیاده میکنید، مثلا 3 ساعت مثلا بحث کردن تا 4 تا مصوبه اومده بیرون. این مباحثات یا اصلا کل پیاده شده یک جلسه مجلس شورای اسلامی، این میشه اون گمارا، میشه اون تلمود، مباحث و استدلالاتی که منجر به اصطلاحا هلاخا شدن. هلاخا یعنی اون حکم اجرایی و عملی یهودی. حالا باز دقیقا این مجلس، شما وقتی الان صحبت های مجلس رو مثلا گوش میکنید، حالا صورت جلسه یا دستور جلسه فلان آیین‌نامه هست یا فلان بند قانون اساسی هست که میخواییم آیین‌نامه اجرا کنیم، ولی شما میبینید یه نفر مثلا روز شهادت و تسلیت میگه، یکی به مشکلات حوزه انتخابی خودش میپردازه، یکی یه خاطره تعریف میکنه، یعنی بحث‌های مختلفی هست، بعد وارد شور اصلی میشن و میپرزن به همون قضیه. تلمود دقیقا همینطوره، یعنی با اینکه صورت داستان این هست که یک آیه از تورات هست و بعد 4 تا مثلا حکم دینی است که از اون استخراج شده، میخوان مباحث رو مطرح کنن، علمایی که مباحثاتشون ثبت شده در تلمود گاهی اوقات به ذکر خاطره میپردازن، گاهی اوقات یک داستان اخلاقی رو میگن، گاهی اوقات میگن خب حالا که داریم این حکم رو میگیم، من حکم فلان چیز رو هم که اصلا مبدو مبحث دیگری است میارم چون مشابه همینه، و یکی اصلا مخالفت میکن. یعنی یک کشکولی است، یک مجموعه است از داستانها و خاطرات و نکات اخلاقی و نکات تاریخی و استدلالهای فقهی. این شد مجموعه تلمود بله. که در خودش احکام اجرایی شریعت یهود رو دربر. این دیگه شد نقطه اوج شریعت یهودی که آنچه که در تورات بود رو، اون 613 فرمان رو تفقه کردن و پیاده سازی کردن با استدلال های فقهیشون و احکام اجرایش رو هم که بیان کردن. در واقع تلمود پوسته است یا حاشیه است بر میشنا، و میشنا پوسته و حاشیه است بر تورات، یعنی این سه لایه رو در نظر میگیرید که تورات اصل احکامه، بعد میشنا شکل اجرایی اونه، و تلمود حواشی و توضیحات و استدلال هایی که منجر به اون شده. این شد بخش دوم شگیر شریعت یهود. اما تا اینجا قضیه تموم نشد، بعد از تلمود هم کسانی به ترویج تلمود و توضیح تلمود پرداختن در جوامع، همچنان مسائل جدیدی پیش میومد که نیاز به صدور فتوا داشت یا سوال‌ها و جواب‌های رخ می‌داد، شرایط جدید برای جوامع پیش می‌اومد. بعد همینطور که گفتم تلمود یک کشکولی است از بحث‌ها و تاریخ‌ها و داستان‌ها و اخلاقیات. استفاده از تلمود یک تبحر و استادی می‌خواست. شما برای پیدا کردن حکم فقهی یک عمل شرعی باید می‌گشتید در هرچند رساله‌ها اسم دارن، اما یک حکم ممکن است در چندین رساله ذکر شده باشه ابعاد گوناگونش. بعدها علمای یهود کاری که کردن، اومدن منقح کردن تلمود رو، فهرست‌بندی کردن، داستان‌ها و خاطرات و بحث‌ها رو کنار گذاشتن، یعنی در کتاب دیگری گذاشتن، چکیده اون احکام و
حاصل مباحثات رو در کتاب‌های سعی کردن فهرست بندی کنن، در یک جا جمع‌آوری کنن، که کتاب‌های متعددی نوشته شد. معروف‌ترین شد کتاب میشنه تورا توسط هارامبام یا موسی بن میمون حدود 800 سال پیش در 1200 میلادی، که در 14 جلد اومد کل تلمود و احکام یهود رو فهرست بندی و منقح و منظم دو، که این شد باز یک نقطه اوجی، به طوری که موسی بن میمون رو که دوان در سرزمین های اسلامی هم زندگی می کرده و ارتباط با علمای اسلامی داشته، او رو موسای دوم یهود نامیدن. بله. یعنی میگن موسای اول گویی که تورات رو آورد و این موسای دوم که چون هم نام بودن بهش میگن موسای دوم، اومد تنظیم کرد تمام اون فقهی رو که حضرت موسی آورده بود. بعدن این مجموعه 14 جلدی ابن میمون مبنای شد برای کتب بعدی، همینطور باز اومد جلو تا در نهایت در 500 سال پیش منجر شد به یک مجموعه 4 جلدی به نام شولهان آروخ، که این دیگه خلاصه تر کرده بود احکامی رو که دیگه کاربرد نداشتن در زندگی روزمره یهودیان، موکول کرده در همون کتب قدیم بمونه، هر که مایل هست به تلمود مراجعه کنه یا به کتب پیشینیان، آنچه را که یک یهودی میتونست اصطلاحا به اصطلاح امروزی میگیم هندبوک که رو میزش داشته باشه و بتونه باز کنه از طریق فهرست بپردازه که فلان حکم چه هست به زبان ساده، این در 4 جلد شولهان آروخ ذکر شد، که این 4 جلد، جلد اولش در مورد اعیاد و مراسمی است که تقریبا هر یهودی به اون مراجعه میکنه، جلد دومش بیشتر به احکام ذبح و احکام خوراکی ها میپردازه و بخشی از احکام اخلاقی که بیشتر برای ذابحین یهودی هست، چون ذابح یهودی تقریبا یک فرد متشرع باید باشه برای اجرای اون احکام مربوط به ذبح حیوان، این بیشتر مورد استفاده اونها هست. جلد سوم به احکام زناشویی و ازدواج و طلاق و روابط و حقوق زن و مرد میپردازه، این باز بیشتر مورد استفاده کسانی است که دفتر اصطلاحا عاقد هستند، دفتر ازدواج و طلاق دارند. و جلد چهارم به قوانین مدنی میپردازه و قوانین قضایی، یعنی قوه قضاییه و قضاوت، این رو بیشتر قضات شرع یهود مورد استفادهشون بود که چگونه باید حکم کنند، البته تا دورانی که یهودیت استقلال قضایی داشته، یعنی قوه برای خودشون حق صدور حکم قضایی داشتن، این مورد استفاده. پس این 4 جلد دیگه تقریبا شد توضیح المسئله نهایی یهود، که همچنان بر پایه همان تلمود و اصطلاحات فقهی اون بوده مگر اتفاق جدید بیفته. بعد از اون دیگه کتاب‌های احکامی که منتشر شدن دوباره چکیده همین احکام بودن زبان روزمره، یا اگر قضیه جدیدی حادث میشد در اون کتب بر طبق همون اصول تلمودی استدلال میکردن. مثلا همین الان این برنامه لایوی که ما داریم، فرض کنید یک برنامه نیایش دینی باشه، ما داریم یک نمازی رو اینجا مثلا نماز جماعت برگزار میکنیم، سوال این هستش که آیا اون شنونده مشمول این نماز میشه، نمازش جماعت به حساب میاد یا نه. خب این که دیگه در انتظار نداریم در تلمود یا شولهان آروخ 500 سال پیش ذکر شده باشه، این جز اون مسائلی میشه که دیگه در کتب جدید هم بهش پرداخته میشه و فتوای شرعی و حکم شرعیش ذکر میشه. پس به هر حال خلاصه مبحث رو بخوام خدمتتون عرض کنم، اصول همچنان اصول مندرج در تورات هست 613 فرمان، در تلمود تمام تقریبا البته تمام روش های اجرایی این احکام 613 گانه در 37 رساله ذکر شده، در کتب بعدی اینها منقح و تنظیم شده تا در نهایت در شولهان آروخ مجموع 4 جلدی تقریبا 99% احکام اجرایی و کاربردی معاصر یهود به طور بدون مبحث و استدلال فقط عین حکم ذکر شده که افراد میتونن بهش مراجعه کنن، و بعد از اون دیگه کتب به زبان روز و با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده همچنان تدوین میشن و ارائه میشن. ولی اینطور نیست که کسی دیگه فرمان جدیدی یا برداشت جدیدی از تورات ارائه بده، همه اینها بر پایه تلمود هست. به عبارت دیگر میتونیم بگیم که اجتهاد در یهودیت به طور عمده، حالا نه 100%، به طور عمده با تدوین تلمود بابلی
تقریبا پایان یافت و کامل شد و دیگه اینطور نیست که هر کسی دوباره تورات رو دست بگیره و نظر جدیدی رو اعلام کنه، مگر مثلا همین قضیه که خدمتون گفتم رو کسی با همون استدلال‌ها و پایه‌های فقه تلمودی بیاد و حکم جدیدی رو درباره اون اعلام بکنه. این سیر شکل‌گیری شریعت یهود تا به امروز. یعنی استاد آبایی، فتواهای جدید در مورد مسائل روز در کتاب دیگری جمع‌آوری میشه؟ کتاب دیگر لزوماً نه، یعنی به هر حال یهودیان کتاب‌های احکام زندگی روزمره‌شون رو در دست دارن که 99% همان شولخان آروخه، حالا با جملات امروزی یا منقح شده یا کوتاه‌تر یا خلاصه‌تر نوشته شده. اگر موضوع جدیدی حادث شده باشه هم که جز مسائل روز یهود باشه در این کتب ذکر میشه، مثل همین قضیه که گفتم، مثلا شنبه استفاده از آتش ممنوعه، برافروختن آتش طبق دستور تورات و این دیگه قابل تغییر نیست. حالا امروز برق هم داریم علاوه بر آتش، حالا سوال این هستش که آیا برق همان حکم آتش رو طبق فرمان تورات داره یا نه. حالا این میشه موضوعی که علاوه بر احکام دیگر در کتب فقهی جدید و روزمره هم ذکر میشه. بسیار سپاسگزارم. مسئله دیگر این که تقسیم بندی یهودیان به لحاظ آیین‌ها و باورها به چه صورت هست، حالا هم در گذشته هم امروز. تقسیم بندی یهودیان، اولا بگم که در یهودیت تقسیم بندی مذهب وجود نداره یا فرقه به اون معنایی که ممکن در برخی ادیان دیگر باشه. همه یهودیان به حال همین ساختاری که گفتم دارن، اما دو نوع تقسیم بندی در طول تاریخ پیش اومده، یکی جبر اصطلاحا جغرافیایی بوده و نوع دیگر ناشی از عصر روشنگری در 2300 سال اخیر بوده که رخ داد. تقسیم بندی اول مربوط به زمانی است که یهودیان از سبز مقدس رانده میشن، در همون بابل که گفتم عراق امروزی ساکن میشن، مرکزیت همچنان بوده. رفته رفته این مرکزیت مزمحل میشه، یهودیان پراکنده میشن به دو حیطه جغرافیایی. عده‌ایشون در سرزمین‌های اسلامی پراکنده میشن که عمدتاً همون بابل یعنی عراق بوده و بعداً اسپانیای مسلمان یا اندلس. عده دیگری به بخش مسیحی اروپا مهاجرت میکنن که مرکزیتش آلمان و فرانسه امروز بود. حالا اون روز اون ایام مثلا 1000 سال پیش یا پیشتر این دوتا کشور نه، ولی در همون منطقه. اینها اون مراکز مرجعیتشون هم به هر حال تفاوت‌های با هم پیدا می‌کنه، شرایطشون هم فرق داشته. یعنی اگر قرار بود فتوای جدیدی صادر بشه همین اونها پیرو تورات و تلمود بودن، اما برای مسائل جدیدشون چون شرایط فرق داشته روش عمل کرد و فتوای علماشون هم گاهی اوقات متفاوت بود. مثلا برای رعایت حجاب زن متأهل، خب در کشورهای سرزمین اسلامی به نوعی می شده عمل کرد، اما در کشور مسیحی مجبورن به نوع دیگری عمل بکنن که هم حجاب حفظ بشه و هم از آزار و اذیت‌ها مصون بمونن. این بوده که دو نوع فتوای ممکن بوده متفاوت صادر بشه. این شد ریشه تقسیم بندی یهودیان به دو بخش سفارادی، یعنی پیرو علمای اسپانیای مسلمان، و یهودیان اشکنازی که پیرو علمای آلمان و فرانسه قدیم بودن. و این تقسیم بندی دیگه ادامه پیدا کرد، یعنی عمدتاً یهودیان سرزمین اسلامی سفارادی بودن و یهودیان اروپای مسیحی که بعداً به آمریکا هم اکثراً ممکن رفته باشن اینها اشکنازی بودن. اما اینا در اصول و باور به تورات و باور به احکام تلمودی و غیره یکسان هستن، در جزئیات احکام با هم متفاوته. همون کتاب شولخان آروخ که گفتم 4 جلدی هست و برای منبع
نهایی احکام یهود هست، اون توسط یک فرد سفارادی نوشته شده در عثمانی قدیم در 500 سال پیش. در هر موردی که حکمی یک تفاوت سلیقه‌ای یا تفاوتی در اجرا داشته برای یهودیان اشکنازی، تبصره در کنارش نوشته شده. مثلا گفته شده برای شب شنبه یهودیان مثلا شم رو روشن میکنن، فرضاً اول دعاش رو میخونن بعد شم رو روشن میکنن، اما مثلا برادران اشکنازی ما اول روشن میکنن و بعد دعا رو میگن. یعنی این جمله زیر اون حکم اومده و به این ترتیب کتاب شولخان آروخ مورد قبول همه یهودیان جهان، چه سفاردی و چه اشکنازی هست. این شد تقسیم بندی که ناشی از عرض کنم جبر جغرافیایی و تاریخی بود. اما تقسیم بندی دیگری به وجود اومد که این ناشی از دوران روشنگری در اروپا بود. تا قبل از دوران روشنگری در اروپا، یعنی هولوش قرن 17 و 18، تمام یهودیان دنیا یک پارچه یهودیان سنتی و متحد به تمام تورات و تلمود بود و یهودیان در اکثر کشورها و به خصوص کشور مسیح شهروندان درجه دو یا پستر از اون بودن، یعنی جوامع منزوی بودن که عالم خودشون رو داشتن، اصلا نه در حکومت سهم داشتن نه در مشاغل عمومی، یک سری انسان های منزوی بودن که فقط زندگی میکنن در دنیای خودشون و مورد آزار و اذیت بودن، یا حتی در گتو بودن، یعنی محله های اسکان اجباری که حق نداشتن از اون بیرون بیان و شغل یا مسکن دیگری در جای دیگری داشته باشن. در اون دوران روشنگری که دیگه در برخی از دولت‌های اروپایی اعلام شد که همه شهروندان حقوق یکسان دارن فارغ از دین و عقیدهشون، یهودیان هم به حقوق برابر مانند سایر مردم دست پیدا کرد و اینا چون باید معاشرت میکردن با تمام طبقات اجتماعی غیر یهودی، در برخی از لایه‌هاشون این تفکر پیش اومد که خب ما باید از بعضی از رسوم و باورهامون که مانع از این ارتباطات اجتماعی و یکی شدن با اون جامعه بزرگتر میشه باید دست بشوییم، باید تعدیل های ایجاد بکنیم تا یکسان بشیم. یعنی نمیشه ما همچنان تعصبات دینیمون رو داشته باشیم و بخوایم به شغل وکالت و وزارت و یکی شدن یا همسفره شدن با غیر یهودیان ادامه بدیم. یعنی یه جاهای تناقض ایجاد میکرد. از اینجا بود که یهودیان رفرم، یعنی ایده یهودیت رفرم یعنی اصلاح گرا یا اصلاح طلب ایجاد شد که اینا گفتن لزوما تمام دستورات تورات اجبار نیست یا واجب نیست، انسانه که تصمیم میگیره که کدام حکم دینی رو اجرا کنه و کدام رو متوقف کنه بنابر مساله شخصیش. اینه که یک شاخهی به نام یهودیت رفرم یواش یواش البته شکل گرفت که اینا تورات رو تنها یک پیشنهاد میدونستن، نه یک واجب، نه یک اجبار. و بعدها با گذشت زمان شاخه میانه‌ای در این وسط پیدا شد میان اون یهودیان 100% متعهد و یهودیان رفرم به نام یهودیت کنزرواتیو یا محافظه کار. اینا گفتن خب نه، ما تورات و اعتقادات دینی رو ازش دست نمی شوریم، اما به مصلحت اجتماعی خودمون هم و مصلحت زمانه هم توجه داریم، در برخی موارد ما تعدیل هایی رو قائل میشیم. یعنی یک حد میانه میان سنت 100% و رفرم 100% اینا ایجاد کردن. لذا سه شاخه کلی تقریبا در 200 سال اخیر 200-300 سال اخیر ایجاد شده در یهودیت. یهودیت سنتی قدیمی که اسم ارتودکس به خودش گرفت در مقابل رفرم و محافظه کار، شاخه دوم یهودیت رفرم بود و شاخه سوم که میان این دو پدید اومد یهودیت کنزرواتیو یا محافظه کار. البته خب باز میان اینها شکل دیگر از یهودیت هم شکل گرفتن، اما کلیاتش همین سه تقسیم بندیه. و نکته که باید بگم این است که چون این اتفاق در اروپا شروع شد و ادامه یافت، این فقط در اون شکل اشکنازی شکل گرفت این سه شاخه و یهودان سفاردی عمدتا همون سنتی و ارتودکس باقی ماندن. لذا به لحاظ میزان التزام و پایبندی به تورات و اعتقادات و احکام یهودی ما این سه شکل رو داریم.
یعنی دو تقسیم بندی داریم، یکی تقسیم بندی اشکنازی سفاردی و یک تقسیم بندی میزان پایبندی که یهودیان سنتی یا ارتدوکس هستن، یهودیان محافظه‌کار و یهودیان رفار. بله. و این تقسیم بندی به لحاظ نظریه درسته؟ یعنی به شکل هیچ فرقه ای در نیومدن، جنبش و فرقه و اینها؟ نه، اینها فرقه محسوب نمیشن. یعنی مثلا ببینید، حالا ممکن در میان مسیحیان یا مسلمانان باشه که ممکن است بنده ادعا کنم که یهودی سنتی و متعلق به مثلا جامعه ارتدوکسی هستم، اما احکامی رو زیر پا بگذارم، رعایت نکنم، به اصطلاح لا مذهب باشم یا آنچنان توجه نداشته باشم. در حقیقت اینها اومدن اون برچسب رو هم بر خودشون پذیرفتن، یعنی با صدای بلند اعلام کردن که ما معتقد به فلان قسمت نیستیم، ما خودمون رو مجبور به رعایت فلان حکم نمیدونیم. به اصطلاح آنچه که ممکن بود در خفا رخ بده، اینها اومدن بهش برچسب گذاشتن، حتی کنیسه هاشون رو جدا کردن. الان در اروپا یا آمریکا کنیسه ارتدوکس داریم، کنیسه محافظه‌کاران داریم و کنیسه رفرم ها داریم. مثلا در کنیسه یهودیان سنتی زن و مرد جدا هستن با هم، از هم جایگاهشون جدا هست، اما یهودیان رفرم نه، مختلط می نشینن مثلا مثل کلیساها. میخوام بگم که میزان پایبندیشون برچسبی گرفته تحت عنوان ارتدوکس و محافظه کار و رفرم، میزان پایبندی ولی فرقه جدید نیستن، برای میزان التزام و پایبندیشون به احکام تورات یا برخی قوانین خاص هستش. در مورد باورها چطور؟ مثلا باور به منجی؟ اینها دیگه باید وارد جزئیاتش بشیم. برخی از اینها رو تغییر دادن، بعضی هاشو باور دارن. مثلا برخی از یهودیان رفرم معتقدن که ما به منجی یعنی به عنوان یک شخص معتقد نیستیم دیگه، اما به دوران مسیحایی معتقدیم. یعنی دورانی خواهد رسید که اون دوران مسیحایی است، یعنی همه رستگار میشن، همه موحد میشن، به شخص وابسته نیست. یعنی اینطور اومدن بعضی باورها رو تغییر دادن، یا مثلا سعی کردن که زن و مرد رو برابر بدونن در احکام دینی. به هر حال در برخی احکام دین یهود زن با مرد یهودی برابر نیست. مثلا زن فرضاً نمیتونه پیش نماز بشه در نماز جماعت، زن نمیتونه حاخام بشه یعنی مرجع دینی بشه، یا به هر حال زن جایگاه دیگری داره، نمیتونه پا به پای مرد تمام مناسب دینی رو کسب کنه. اما مثلا رفرم ها ما گفتن نه، زن و مرد مساوی هن. زن میتونه حاخام بشه، زن میتونه پیش نماز بشه، زن میتونه حد نصاب نماز جماعت رو تامین بکنه و غیره. یعنی در یک همچون مواردی بله اومدن تغییرات و تحولاتی ایجاد کرد. خب استاد، وضعیت دینداری یهودیان ایران به چه صورت هست؟ یهودیان ایران خب به لحاظ جایگاه تاریخی و جغرافیاییشون در تقسیم بندی سفارادی قرار میگیرن. بله. چون در ایران میزیستن و اتفاقا یهودیان ایران جزو ریشه دارترین یهودیان تقریبا میشه گفت دنیا هستن. یهودیان دنیا در خیلی از کشورها مهاجرت های زیادی کردن، اختلاط های به اصطلاح بگیم نژادی دارن، هر کی از یک کشوری اومده اجدادشون، به هر حال خیلی جابجایی عظیمی داشتن. اما در ایران تقریبا یهودیان ریشهشون به اون دوران کوروش میرسه که بسیار ریشه دار هستند و در ایران از اون زمان ساکن بودند و طبق همون موادی هم گفتم سفارادی محسوب میشن. و به دلیل اینکه عرض کردم اون جنبش های اصلاح طلبانه در اروپا شکل گرفت و در میان یهودیان اشکنازی، لذا در یهودیان ایران ما دیگه محافظه کار یا رفرم نداریم، هرچه که هست یهودیت سنتی هست. حتی خب این دلیل نمیشه که همه یهودیان 100% پایبند و متعهد و مؤمن هستن. تغییرات و تنوع فکریشون یا میزان التزام پایبندیشون تقریبا مثل جامعه اکثریت ایران هست. چند درصد مسلمانان یا ایرانیان مؤمن هستن، چند درصد حالا بینابین هستن و غیره. یهودیان هم تقریبا میتونیم بگیم از همون الگو
تبعیت میکنه، اما به لحاظ اقلیت بودن و اینکه پیوندهای دینی تبدیل پیوندهای اجتماعی هم میشه یا حضور در اماکن دینی مانند کنیسه لزوما برای عبادت نیست، برای ملاقات و برای همون ارتباطات اجتماعی هم هست، میشه گفت که یک درصدی بیشتر التزام دینی دارند و پایبند هستند به موازین شرعی یهود. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خواهش. محورهای اصلی بحث رو با هم پیش بردیم. یک سوالی که برای خود من پیش اومد، حالا کامنتارم باز میکنم که اگر مخاطبین ما سوالی دارند بنویسن که من با استاد مطرح کنم. نگاه به مسئله نجات در فرامین بنی نوح که بهش هم اشاره کرده بودید این بود که همگان میتونن نجات پیدا کنن، درسته؟ این فرامین اگر اجرا بشه همه میتونن نجات پیدا کنن، که بعد فرمودین که از کتاب دوم به بعد مسئله شریعت موسی در واقع به وجود میاد. میخواستم ببینم این تفاوت نگاه باز هست یا نه، فقط در مورد مسئله نجات. حالا شاید من نجات رو دقیق متوجه نم، ولی مسئله رستگاریه، یعنی اون هدفی که بوده برای تولد انسان و اینکه سهمی از آخرت داشته باشه در یهودیت با این لفظ کنده، یعنی کسی که رستگار میشه به جهان آینده راه پیدا میکنه، منظور این هستش که به اون بهشت میره یا به هر حال سهم داره، یعنی زندگی بعدی رو نصیب شده، یا حالا خیلی خودمونی بخوایم بگیم این دنیا رو پاس کرده، خلاصه نمره قبولی رو گرفته. همون هفت فرمان، بله، بنابر باور یهود هر انسانی در این جهان رعایت بکنه اون نمره قبولی رو میگیره. یهودیت میگه من زیر قرارداد سنگین تری رو امضا کردم، به جای هفت فرمان من 613 فرمان رو زیر بارش رفتم. این هم در صورت رعایت جایگاهش میتونه بالاتر باشه یا نمره قبولیش میتونه بیشتر باشه، و به طور متقابل زیر پا گذاشتنش مجازات سنگین تری هم میتونه داشته باشه. یعنی مثل شما وقتی قرارداد سنگین تر مالی رو امضا میکنید هم سودتون بیشتره و هم ضررتون بیشتر اگه زیرش بزنید یا خطایی بکنید. بله. این باور یهود هست. بسیار سپاسگزارم. ببینیم که اگر دوستان سوالی دارند. خب عده زیادی که تشکر کردن، بسیار سپاسگزاری کردن از حضور شما، از توضیحات کامل و جامع و روان شما. خواهش. فرمودن که در مورد یهودیان محافظه کار، همون کانزرواتیسم، بیشتر توضیح اگر که تمایل دارید بیشتر توضیح بدین لطفاً. حالا عرض کردم که اینو به اصطلاح باید حد میان سنت و رفرم کامل بررسی، وقتی می حد میانه، خب فرد سنتی یا ارتدوکس که 100% تمام احکام و باورهای تورات رو قبول داره، در این شکل است. فرد رفرم میگه من اصلا به تورات نگاهم نگاه باید نیست، نگاه الزام نیست، منم که تصمیم میگیرم از کدام فرمان خوشم میاد یا کدام فرمان برام قابل اجرا هست یا تمایل دارم، یعنی هیچ اجباری ندارم و هیچ مرجعیت دینی رو نمیپذیرم، مرجعیت من خودم هستم و به اصطلاح مصلحت شخصی خودم. یهودیت محافظه‌کار اینطور نیست، میگه ما همچنان به تورات و باورهاش پایبندیم و تلمود، فقط در یک مواردی ما به هر حال تعدیل قائل میشیم. فرض کنید که مثلا روز شنبه هر گونه استفاده از مثلا اتومبیل ممنوعه، کسی حق نداره سوار اتومبیل بشه چون آتش درش هست و کار و خیلی ممنوعیت‌های مختلف.
خب یده محافظ کار میگه من چون با این اتومبیل باید به کنیسه برم فرضاً در روز شنبه و عبادت رو انجام بدم و در جوامع امروزی دیگه مثل جوامع روستای قدیم نیست که با پای پیاده شما 2 دقیقه برید به مقصد برسید. شهرهای بزرگ هست و همین مسئله که میدونیم شاید ده ها کیلومتر باید مسیر طی بشه. پس من به لحاظ مصلحت دینیم که باید رعایت کنم، یعنی باید برسم به اون کنیسه یا رفت آمدی انجام بدم، این فرمان رو برای رعایت انجام یک ثواب دینی زیر پا میگذارم و من سوار اتومبیل میشم. فقط برای اون کسانی که فرضاً اجبار هست که این کار رو انجام بدن، اگر کسی میتونه استفاده نکنه یا خونش نزدیکه این فرمان رو زیر پا نگذاره، این همچنان رعایت کنه. برای اون کسانی که دچار اجبار یا معذوریت هستن باید انجام بشه. از یه یهود سنتی نمیپذیر اینو، میگه شما نمیتونید با زیر پا گذاشتن یک فرمان فرمان دیگر رعایت کنید. شما بهتر اصلا روز شنبه کنیسه نری، مراسم رو هم انجام ندی، ولی گناه زیر پا گذاشتن فلان فرمان رو هم مرتکب نشی. نش. این تفاوت یهودیت محافظه‌کار و سنتی هست. بسیار سپاسگزارم. در حقیقت میتونیم بگیم یهودیت محافظه‌کار بیشتر به یهودیت سنتی نزدیکه، حالا به نظر من البته، تا به یهودیت رفور. پرسیدن که چرا بعد از دوره تلمود علمای دوره گاونی تمایلی به تکمیل فصولی از تلمود که تکمیل نشده بود روی نیاوردن، واقعا تمایلی نداشتن. حالا این دیگه خودش یک رساله ای رو میطلبه که باید تحقیق بشه روش. اون چه که من شنیدم، حالا اینها میگم باید تحقیق بشه، تلمود تحت یک فشاری، فشار اون زمانه یا فشار حکومت و اینها جمع شد. طبق کتابی که حالا آقای آدین اشتاین سالس نوشته و آقای دکتر باقر طالبی داراوی در دانشگاه عدم مذهب قم ترجمه کردن تحت عنوان کتابی به عنوان سری در تلمود، که معتبرترین کتاب در باره تلمود هست، خود تلمود نیست. ایشون گفتن که تلمود دقیقا تمام نشد، مثلا بستنش، مثلا که الان من همچنان میخوام صحبت کنم، شما ممکنه بگید نه دیگه وقت تمومه دیگه جمعش کن. میگن برای تلمود این اتفاق افتاد، یعنی اگر امکانات اجتماعی بود، فشار سیاسی اون زمان نبود و غیره، شاید به جای 37 رساله رسالات بیشتری بود یا حجمش بیشتر میشد. یعنی یهودیت همواره این آزادی رو نداشته که با فراغ بال بنشینه و کاراشو انجام بده، برای تحت مهاجرت بوده، تحت فشارهایی بوده، بارها اون مدارس مذهبی یه عالی بسته شدند در همون بابل و بعداً بازگشایی شدند تحت فشار، به حال حکومت ها میرفتن میومدن، رفتارها همه یکسان نبود با یهودیان. به نظر میرسه که دیگه شرایط بست تلمود نبود، یعنی آنچه که اتفاق افتاد این بود که همان تلمود نوشته شده رو، تدوین شده رو توضیح دادن. البته عملا بخشهایی تحت عنوان میتونیم بگیم تکمیل تلمود رخ داد، اما دیگه به عنوان تلمود نوشته نشد، این تحت عنوان سوال و جواب ها، چیز شبیه فتوانامه ها، اینها جمع‌آوری شد و عملا میشه بگیم که اینها پیوستی هستند برای تلمود که بعدا در کتب بعدی موسی بن میمون و شورخان آروخ مورد استفاده قرار گرفتن. ولی بله، اسمن تلمود بسته شد با اون 37 رساله، اما چون فتواها ادامه داشت و مردم برای شرط جدیدی پیش میومد و پاسخهایی دریافت می از علما و مراجع یهود و اینها ثبت شد و در کتب بعدی هم جزء احکام یهود آمد، میتونیم اصطلاحا بگیم که تلمود به شکل دیگری ادامه یافت و تکمیل شد. سپاسگزارم استاد. سوال دیگری پرسیدن که البته به نظرم زمان زیادی میبره برای پاسخش، در مورد صدوقی ها و فریسی ها. حالا اینها اگه بخوایم بپردازیم، از گفتید خیلی طول میشه. صدوقی ها و فریسی ها تنها فرقشون، یعنی فرق عمدهشون این بود که صدوقی ها گروهی بودند که فقط به نص تورات، تورات مکتوب باور داشتن، معتقد بودن که هیچ تفسیری نباید خارج از اون جزء احکام یهودی بیاد.
اما فریسی ها کسانی بودن که به نوعی اصلاح طلبان دوران خودشون بودن، یعنی انعطاف داشتن و گفتن اگر امکان اجرای فرمانی نباشه ما میتونیم تعدیلی درش ایجاد کنیم و به شکل دیگری انجام بدیم. و بعدن با ویرانی معبد دوم بیت المقدس و تبعید یهودیان که عملا بسیاری از احکام مربوط به معبد و کاهنان طبق تورات قابل اجرا نبود، این فریسیان بودن که با اون انعطاف پذیری خودشون و با استفاده از اون تفسیرهای شفاهی که بعداً منجر به تلمود شد تونستن شریعت یهود رو همچنان زنده نگه دارن و به اسم موجب بقای یهود بشن. صدوقیان عملا از بین رفتن چون چی بگم، بگم پای چوبین داشتن، هیچ استدلال رو نمیپذیرفتن، میگفتن فقط همون که در تورات نوشته عین آیه تورات باید اجرا بشه، کاری به شرایط و مصلحت و غیره نداشتن. یعنی یک آدمهای بگیم خیلی سخت عقیده‌ای بودن اونطور که به ما رسید، البته ما اطلاع داریم از اون دوران. و اون گروهی که انعطاف پذیر بودن در احکام تونستن حیات یهود رو ادامه بدن. این خلاصه بود از این دو دیدگاه نسبت به متن تورات. بسیار عالی. در مورد فرهنگ ساخت آرامگاه و زیارتگاه بر قبور پیامبران و علمای یهود، حالا این سوالات مرتبط نیست، یعنی قرار است ما در مورد کل یهودیت توضیح بدیم، فقط سیر شکل‌گیری شریعت یهود مبحثمون بود که در حد وقت من توضیح دادم. بله، بسیار سپاسگزاریم از شما استاد. بسیار بهره بردیم، استفاده کردیم از حضور شما، متشکریم. منم از شما تشکر میکنم که زحمت کشیدید و مجموعی که به هر حال این صحبت رو و این جور مباحث رو با استادهای دیگه برگزار کرده. امیدوارم که صحبتی که ما میکنیم بابی بشه برای مطالعات بیشتر، یعنی دوستان فقط به صحبت من اکتفا نکنن، به کتب مرجع یهودی که به زبان فارسی این روزها زیاد هست و معتبر هم هستن مراجعه بکنن، کتبی که از سوی دانشگاه ها منتشر میشه، نه کتب حالا قرض ورزانه، و خیلی راحت میتونن مباحث رو دقیقتر و مفصلتر دنبال بکنن. بسیار عالی بود استاد، بسیار بهره بردیم. همچنان همه مخاطبین مخصوصاً اساتید عزیزمون تشکر میکنن، سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم، وقتتون هم گرفتیم، وقتتون کردیم، ببخشید که وقتی که خاطر قطع اینترنت ابتدا به وجود اومد. شبتون خوش. موفق باشید. شب شما بشین. خدا نگه. خداحافظ. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه از شب و تا پایان این جلسه همراه ما بودید. باز هم عذرخواهی میکنم که ابتدای جلسه با قطعی اینترنت و یه سری مشکلات فنی روبرو شدیم. وقفه ای افتاد. شبتون خوش. خدا نگهدار.